جان اصول خودتو به من میگی توی یک دو جمله، اصول مبنا یا اون اساس که داری تو افکار تو هر چیزی که فکر میکنی. یکی این که اساسش رازنداریه، یعنی هر آنچه که من انجام میدم و هر آنچه که انجام دادم ازش بتونم همه جا در حضور عالم و عالمیان دفاع کنم و این رازنداری اولیشه. برهنگی در واقع روانیمه. دومین محور برهنگی جسمی آشتی خودم با وجودمه. هیچ شرمی از اون برهنگی خودم نداشته باشم. این هم در واقع وحدت بین جسم خودم با اون برهنگی جسمی، برهنگی روانی. یک دیدگاه دیگه هم که در واقع وحدت وجود و چند همسری با کل همه وجود تا همسران منه دیگه. در واقع حالا اگه بخوام اینو بگم چند همسری و اینکه اعتقاد ندارم به اینکه با یک نفری باید باشی و این پولیگامی در واقع میشه گفت. حالا این خیلی کوتاه در این ستا رو مطرح کردم به خاطر اینکه نقطه افتراق من با دیگران بوده. خب حالا سوال من اینه که نشده بودم، میخوام ببینم که چقدر از اصول و دیدگاه های من که 3-4 سال منو میشناسی به درصد چقدر موافقی چقدر مخالفی. 50 اون 50 رو میتونی بگی؟ 50 اینکه یک انسان واقعا قوی هستی، خب یه انسان آزادی هستی، به نظر من یه انسانی هستی که تولید فکر میکنی و این خیلی برای من به شخص خیلی ارزشمنده، چون خیلی از آدم‌ها با هر عقیده و هر مسلک و هر مرامی ما انسان اولا اطراف خودمون میبینیم، خب یه زندگی مردهی رو از 0 تا 100 شروع میکنن آخرم چی مثلا کجا رسیدن. یعنی برای خودم یه اندیشه ای دارم. آره این که تو یک آدمی هستی که تولید فکر میکنی و این که فکر میکنی اصلا، حتی این عقایدی که اصلا شاید اصلا خیلی هاشون مثلا بگم اصلا باش تضاد دارم، خب همین که فکر میکنی و اینا و یک تولید فکری کردی، این خیلی ارزشمند از نظر شخص خود من، خب و این توانایی من حالا اینا که قدرت رو داره که از هیچ بتونی خیلی چیزا بسازی. مثلا کجا دیدی؟ مثلا نمونهش همون سال 87 که تو اومدی ایران اون مسئله برات اتفاق افتاد. من واقعا این قدرت تو خودم، من که یک مرد هستم با خیلی از مسائل شاید بگم تو اون لحظه واقعا نمیدونم چه کار کنم که همه طرف خانواده یه سری مسئله پیش بیاد، همه هیچ پول نداشته باشی. همون دیگه وقتی میگم از هیچ این قدرتی که بتونی از هیچ خیلی کار رو انجام بدی خیلی ارزش داره. خب چه تعریفای بچه‌ها شنیدید که؟ آره. آره این چیزایی که واقعیت و واقعیت رو گفتید. خوبه خوبه. آره. حالا بریم سراغ سوال من. ها؟ خب بفرما. خب یه سوالی دارم، اینی که همیشه میگه اگر افراد بخوام با من همراهی کنن یا در کنار من قرار بگیرن میسوزن. هنوز خیلی مونده خیلی ها سوختن رو درک کنن. من میخوام بگم تو اینکه به عنوان یک شخصی که یکی از اصول شاید انسان محوریه، خب چطور میشه این دوستانی که میان خیلی وقت برات شاید خیلی کارا رو انجام بدن، در خیلی در کنارت قرار میگیرن، خیلی در پشتت قرار میگیرن و پشت سر تو دارن میان و تو بخوای این کار رو انجام بدی که بسوزن که آره و منم یه ذره لذت ببرم از این سوختنشونم. آره خوب گرفتی. این حسی که در تو در تو وجود داره مثلا با اون مبانی انسانی که مثلا ما مد نظر داریم اینا چی میگه؟ آها سوال خوبیه. ببین در تضاد با اون مبانی شما هست ولی با مبانی اعتقادی خودم نه. ببین اون سوختنی که من حتی به دیگران مطرح میکنم که میان و میگم باید، یعنی میسوزید،
در واقع سوختنیه که خودم هم بودم، یعنی اون مثل سوختن ققنوسه که از توش یک تولدی میاد. وقتی میان میگم که خب شما یا نزدیک نشید، مثل اونیه که مثلا وقتی که حالا نمیخوام وارد اون، ولی چون تو روحانی بودی و مثل من دنبال اسلام و اعتقادات عرفان و اینا بودی، یه جایی محمد که میره میخواد معراج کنه بهش میگه، میگه که اگه از اینجا بیای بالا جبرئیل تو میسوزی، بالت میسوزه. ببین یه سری چیزا هست که این سوختن ها، من وقتی دارم میگم سوختن های ارتقاس، تو باید یه چیزی رو از دست بدی، یک پرده هایی باید برات بسوزه، یک درد هایی رو باید بکشی. آگاهی درد داره. خیلی ها نمیخوان آگاه بشن به خاطر اینکه وقتی تو آگاه میشی درد داره. یه سری چیزها رو باید تحمل کنی و یه سری مسائل رو باید ببینی، ازش بگذری. تاوان هزینه داره. طرف نمیتونی بیای ادعای مثلا فرض کن عروج انسان، عروج رو بکنی بعد بگی که نه من اینجا نمیخوام مثلا هزینه کنم. خب بیشون همون کلاس اولت دیگه. خب این سوختن که مسلما سوختن واقعی هست، خیلی موارد پیش اومده در روابطی که با تو خیلی ها داشتن، صدها نفر اومدن نزدیک تو، خیلی ها خیلی داغ بودن در این قضیه، ولی اتفاقاتی برای این افتاده، از هر نظر آسیب دیدن. مثلا یه سوختن دیگه. آره باید این، آره مثلا من میگم، مثلا من میگم خیلی ها بودن، خب اشخاص بودن، نمیخوام حالا اسم ببرم، من اسم میبرم، خب میگم این سوختن، این سوختن در تضاد انسان محوری با من نیست، با انسان محوری من نیست، برای اون تعالیه. انسان محوری نظر تو چیه؟ اگر یه کسی، من یه کسی میخواد بیاد توی مسیره، میگه زیبا من میخوام با تو همراه بشم، خب مثلا نمونش رو تابش رو میبینی که عکس شدی، خب گفتم تابش این مسیر سوختن داره، هزینه داره، حرف نیست، ادعا نیست من میتونم، نه زیبا من میخوام همراه تو باشم. گفتم خیلی خوب، میخوای همراه من باشی یه عکس برهنه بگیر. این همه فوش به من دادن، 10 تا فوشم به تو بدم. خب این اومد اول بگیر این کارو بکنه، نه من این کارو میکنم، بعد موند. خب تابش افغانی بود، افغان بود. خب این افغان اولین افغانی شد که توی فیس تایملاین فیسبوکشو برداشت، عکس تسبیح و قرآن رو برداشت با عکس برهنه منو خودشو گذاشت. خب معلومه تاوان داره. حتی برادر از اساتید دانشگاه، چون توی توی کابل خب اینو خیلی میشناختنش، خیلی مسائل براش پیش اومد. خب اینا سوختنه. من بهش گفتم این مسیر اینو داره، میای اینجا ادعا نکن، خب بشینم اون جایی که هستی دیگه، مثلا بگو که زیبا من میتونم برای تو دیگه، نه یا بگو که من میخوام با تو همراه باشم. خب یه در یه مسیری که مثلا فرض کن یکی میگه من میخوام بیام اتاق عمل با تو، خب یکی میگه که من میگم خب جراحی میخوای بکنی، خیلی خب چاقو رو میگیره میلرزه، حالش فهم میکنه، استفراغ میکنه، بعدا میگیم که خب این قش میکنه، میگه خب زیبا این قش کرد، خب میگم خب خون رو دید قش کرد دیگه، چاقو رو دید قش کرد دیگه، خب پس برو ببین همون کلاس اول بشین یا دیپلمت بشین دیگه، برای چی میخوای بیای دکتر بشی؟ اینه که تاوان. بیا ببین اگر یا مثلا میاد میگه زیبا من میخوام با تو همراه بشم، میگم خیلی خوب مثل حمید صادقی، تو میخوای با من سکس کنی؟ بر فردا رفتن به همه بهش گفتن این زن فاحشه است، گفتم برو نگو بهشون که زیبا فاحشه نیست، برو بگو اصلا عاشق این فاحشه شدم، میتونی اینو بگی؟
خب براش تاوان داشت، دوستاش رو به هم او فلان، ما دیگه با تو نمیتونیم ارتباط بگیریم، تو فلان بودی، خب از دست میده، هزینه است، معلومه خیلی از امکاناتش از دست میده. از اول این راه مشخصه. ببین راز نداری نمیشه شطور سواری دولا دولا بکنی. میاد بعدن یه دفعه میگی که مامانت گریه میکنه، قش میکنی، مامانت میره بیمارستان، میگی ای وای مامانم به خاطر من، خب برو مامانتو بچسب دیگه. فردا میان خونت کارت از دست میده، میشائیل به خاطر من کارش از دست داد. همه وایستادن گفتن که وای زیبا میدون آلمان، خب میدونی شغل خیلی مهمه. من بهش گفتم ببین با من میای باید بگی. خب با من بهش پیشنهاد دادم، رفت گفت خب اخراجش کردم. حالا اینجا که زدیم منم خوشحال بود، گفتم ببین حرفتو زدی، شغلت از دست دادی، حقوقت از دست دادی. یکی که میخواد بیاد بگه زیبا من شغلم خیلی مهمه، خب پشیم بچست به شغلت دیگه. دیگه من از ققنوس حرف نزم، واسه خونت فردا میگیرن، موقعیتتو میگیرن، از اخراجت میکنن. جمال به خاطر من، به خاطر عشق من تو مجبورش کردن، تو سپاه سپاه بود دیگه، استعفای اجباری. خب اینو بهش گفتن یا دست از این زن بکش، نمیشه با یه همچین چیزی. خب این قبول نکرد، خب تاوان داره، منم تاوان دادم، 1000 روم و من اون تاوانی که من میدم دیگران بدم. خب مسئله اینا، ببین این زیبا یه سالی که حالا شاید دوتا سال بشه تو این بحث، خب همه میگن خب زیبا یه چیزا خوبی داره ما میخوایم ازش استفاده کنیم. خب میگن خب چرا باید ما این همه تاوان بدیم، چرا موازی نباش حرکت نکنیم، چرا اصلا باید تاوان بدیم؟ خب نده دیگه، من میگم نده و به چی سر جان نده، کسی جلوی تو رو گرفته. ببین نمیشه که تو همین الان بیا یه عکسه، الان تو الان عکسه منو بردار پخش کن، 100 تا فوتوشاپ درست کن. درست کردن دیگه بچه، اونقدر کس کاریکاتور منو درست کردن، عکسای لخت من رفته توی عصر نیوز، فور فلان نیوز، همه جا پخش شده. حالا یه دونه عکس معمولی یکی رو ور میدارن میذارن توی یه دونه اینستاگرام یکی دیگه، شب قش میکنه. خیلی خوب، تو که میخوای قش کنی خب بر چی میاد؟ ببین کسی اومده گفته زیبا من خودم مدافع فرهنگ برهنگیم، تو فکر میکنی تمام حتی همین آیت الله هایی که الان خارج از کشور هستن سونامورا نمیرن، تو این کلوپا نمیرن، تو این کلوپای سکس بکسی نمیرن؟ میرن، 100 تا تو این حوزه ها و فلان اینا 100 تا نمیدونم آدم میکنن، اون میکنه، این میکنه، اون میکنه. خب ولی تمام میگن چی زیپو بکش. حالا من میام پیش زیبا میگم آقا تا همین دم در که اومدی رفته تو اینترنت. خب طرف یه دفعه نه زیبا ما رو استثنا قائل شد. خب میگم استثنا نداره. خب فکر نمیکنی مثلا خیلی از این افراد این تاوانایی که میخوان قرار درش قرار میگیرن، خب فکر نمیکنی خودش این تجاوزه؟ خب من از اول بهش تجاوزه، آره تجاوزه، خوشحالم از این تجاوز. میدونی چرا؟ طرف میاد هر گونه کار بزنش، واسه همین انتقامم توش هست. آره طرف میاد اینجا به اندازه موهای سرش میگه زن کردم. خب هیچ کس هم نفهمیده، همه هم رازدار بودن. خب حالا یه قسمتشو زیبا تو چرا میخوای بگی؟ میگم آقا 1000 نفر رو نگفتم، بذار یه نفر بگه دیگه، معلومه ناراحت میشه، احساس تجاوز میکنه، بکنه، میخواست نیاد اینجا تو رابطه با من. من این تجاوزو میکنم. یه سری یکی باشه این پیره زن رو بکوبه، بابا اومده ما رو بکوبه دیگه، مریم نگران نباشه. نه خیلی، حالا من یکی دو بار چشم به این کامنت ها افتاد، خیلی حالا یه توقع خاصی داشتم. آها که الان مثلا من میام اینجا
سری حرفا رو مثلا میزنم اول بحث رو حالا متوجه شده باشن همه، این بحث به این صورت نیست که حالا دو نفر مقابل هم قرار گرفته باشن و بخوان همدیگه رو بکوبن. اصلا بکوبن آخرش چی؟ تو حرفتو میزنی، منم حرفمو میزنم، حتی قرار نیستش که قبول کنی. خب که مثلا تو حرفو یک بار بزن، هر کسی که دوست داره اون حرف ممکن اصلا حرف تو رو قبول کنه، حرف یا حرف منو قبول کنه یا اصلا هیچ کدومش. ما فقط داریم یک گفتگوی رو، یک تبادل نظری رو میکنیم. به من میگن دهنلق. خب باشه، کسی که گفت دهنلقی، من به اینا کاری ندارم که دهنلق بگن یا نگن، ولی خب من هر حرفی رو که به من بزنن من هیچ تعهدی نمیدم که براشون نگه دارم، حالا اسمش دهنلق یا دهن بسته. من وقتی اول بحث گفتم به زیبا یه سری اصول داره، یاده میتونم وارد شن توی این اصولی، یاده میتونم وارد نشن، کاملا آزادم. آفرین. باید ببینید درون خودتون چی دارید میبینید که نزدیک زیبا میشید. این هم زالم. حالا کسایی که اینجا حالا خیلی توقعات از دارن، نمیخوام اصلا پا حرف بزنم در مورد چون وقت میره، فعلا رو همین سوالامو بریم. آره بریم سوالا، بریم جلو. خب شما باید بپرسیم. یکم از خودت بگو ببینیم که دکترای چی داری؟ من دکترای جزای جرم شناسی دارم. جرم شناسی؟ اصلا حالا زیاد برای خودم جالب نیست که به این قضیه بپردازم. خب نپرداز. سوال بعدی. سال بعدی میرم روی نقطه نظرات. الانم اعتقادات مذهبی داری؟ من رو سکوتم. رو سکوتی؟ یعنی نه قبول دارم نه رد میکنم، روی مرزی قرار دارم، فقط سکوتم الان. خوبه، قشنگه. یه حالت سکوتی هم بر... خیلی جا موزه نمیگیرم مثل قبل نیستم. یعنی و من حالا در اون زمانی که یعنی نزدیک که خیلی سال ازش گذشته، اون زمان تا ساعت 4 این قضیه هم خوندم. ساعت 4 میشه سقط الاسلام و اینا؟ نه یعنی 2 سال دیگه تو فقط پایان‌نامه میدی مجتهدی مثلا. آه. یعنی 2 سال داری ساعت 4. آره اینجوری. حالا ما کنار از همون، حالا بعد زندگی خیلی داستانه مختلفی داری که زیاد صحبت کردنش در موردش نمی کنم، زیاد جالب. گفتم اینی که در مرحله سکوت هستی مثلا دیگه پایبندی به مسائل مذهبی نداری که مثلا روزه بگیری نماز بخونی این نداری؟ خب خب خوبه. سوالتو بکن. حالا چیزایی که خیلی از من سوال میکردن، یعنی توی بحثایی که مثلا با خیلی از بچه‌ها که تو گروه تو بود، این بود که زیبا یه جور برای گذران زندگیش از افراد استفاده میکنه، این درسته یا نه؟ اصلا فقط برای ابزاری هم برای گذران زندگیش. درسته، البته نه فقط برای گذران زندگیم، برای همه چی من از هم استفاده میکنم. در واقع درست میگن و من یه استوری هم دارم که گفتم خب موش آزمایشگاهی من نشید دیگه، کسی جلوی اراده شما رو نمیگیره که. من الان میام به شما میگم ورود به گروه 20,000 تومانه. خب تو میتونی ندی. نمیدونم زندگی درمانی با من روزی 100 یوروست. خب ندی. بگو اصلا تو یه زنه، نمیدونم فرق اصلا بی سوادی. من میگم من اصلا بی سواد تو نیابشم. من این قیمته، ساعتی که میخوام برای تو بذارم این قیمته. این نه فقط برای گذران زندگیمه، بلکه برای حتی اهداف مختلف دیگم هم هست. من الان از تو به عنوان یه ابزاری دارم استفاده میکنم. اگه اینو انکارش بکنم دروغه. که خیلی از روابطی که تو داری، امکاناتی که تو داری، من آشنا بشم، معلومه ازش به صورت یه ابزار استفاده کردم. اشکال داره؟ یعنی راست میگم، من از ابزاری استفاده میکنم. درست میگم.
با کمال میل ابزار برای دیگران هم میشم موقعی که قبول داشته باشم کارشونو. بعد فرق بین دشمن و دوستی خب انگزیوا چیه؟ چون خیلی مبهمه. آفرین. اتفاقا یکی از دوستای من میگفتش که زیبا اصلا دشمن و دوست نمیشناسه. راست میگم. من اصلا دشمن ندارم. دشمن من یک فرهنگ غلطه. من مثلا الان بگم که با میخوام هیچ واسه من هیچ وقت برای هیچ فردی نه آرزوی نمیدونم مرگ میکنم، مگر کسی باشه که در حال مرگ یا خودشو میخواد بکشه، میگم خب میخوای بکشی خب بکش، اونو کار ندارم. یا مثلا فرض کن مریض بدحاله میگه زیبا به من میخوام بمیرم، انرژی مرگ میدم، اون هیچ. ولی برای کسی که به خاطر اینکه با من مثلا مخالفه، اصلا من مخالف رو مقطعی میدونم. مگه تو دو هفته پیش مخالف من نبودی؟ ما با هم دیگه یک بار برخورد، مگه دو هفته پیش من از تو متنفر نبودم؟ یه ماه پیش. خب دیگه الان دلایل خودم رو داشت، البته من دلایل اون زمان گفتم. حالا یعنی میخوام اینو بگم، من با وجود اینکه ممکنه از تو در یه لحظه خیلی متنفر بشم، اینو مقطعی میدونم، به خاطر اینکه یه حسیه، یه چیزیه که پی انسان به وجود میاد، ولی میدونم که این گذراست و این هنر منه که بتونم یه کسی که دشمن منه در مقطعی و من حس بسیار منفی دارم، اینو به حس مثبت تبدیل کنم. اینو همیشه قابلیت خودم میدونم دیگه، بالاتر از شکنجه گرم که دوست من شو حاج داوود رحمانی، به خاطرش هم خیلی تاوان دادم، به خاطر اینکه این گروه های سیاسی خیلی مخالفش بودم، گفتم آقا جان من از این خوشم میاد دیگه، ولم کنید دیگه منو، این بین این اصلا شما برید هر که برید بکشیدش. ولی من با این یه ارتباط خاص بین من و این به وجود اومد، من اینو نمیخوام مقابلش وایستم، با وجودی که شکنجهگر بزرگی بود دیگه، بودم شما برید، من بخشیدمش، کتکای من بلاهای مثلا من سر من آورده، ما با هم دیگه یر به یرش کردیم. یه سوال دیگه هست که من حالا تو اون گفتگو دو ساعت خودی که پریشب با هم داشتیم کردیم و احساس کردم حالا اون جوابمو نگرفتم ازت، که گفتم که همه این دیدو دارن که زیبا خیلی لومپن پسنده، با افرادی بیشتر مثلا سازگاری داره که هم ترازش نیستن، موازی باهاش نیستن، پایین ترن، قوه تحلیل ندارن، نمیتونن فکر کنن، یا به نوبه فرهیخته نیستن، تحصیلات ندارن، اما بیشتر سازگاری داره خب تا یه شخصی که مثلا تحصیلات داره، نمیدونم سواد داره، قوه تحلیل. با این روشن فکرهای جامعه هیچ کاری ندارم، یا مثلا خوشم نمیاد این مثلا. خب این روشن فکر رو چی از نظر تو چیه؟ فرهیخته نظر تو چیه؟ خب دو قسمت داره. مثلا تو میای تو یا اومد صحبت کردی، گفتی مثلا من با همسال مثل زیا مثلا که با اون اولاق ماچو اولاق مثلا سکس میکرد، یا مثلا اون شخصی بود کور بود در ایران نوروز جنسی تو دست، آره دست اجازه میدادی دست بهت بزنه، حالا تعبیرایی که تو کتاب اجازه نمیدادم، یه بار دست زد دیگه، گفتم ول کن دیگه بابا دیگه، چون واقعا دوست نداشتم، گفتم ول کن دیگه بابا. یه نمونه دیگه شم خوب بوده دیگه، خیلی بوده. آره درسته؟ آره اجازه دادی خیلی کار رو کنن، آره راست با کنارت باشن یا فلان باشه. میخوام ببینم آره. که این قضیه چیه، چون برای همه سواله. احتیاج از بس ترد شده بودم در یه زمانی، لات و لوت هم سراغم میمد، میگفتم که بابا بازم هیچ بره گفتی بیا آفه کنارم به من میگه که بیا. ببین یه چیز بگم، واقعیته، یه زمانی انقدر منو ترد کرده بودن، به خصوص این هامبورگ
میگفتن که اصلا من حسرت اینو داشتم یه زن بیاد پیش من، همش این لات و لوت و اونا هم سر این که به خاطر من نمیمدن، که میدونستن که بیام من میان اونجا یه چیزی من بهشون میدم. خب طرف میمد میگفت پول ندارم، در گردم بندم و دادم، فلانو دادم، نمیدونم چی چی دادم، چهار نصف شب زنگ میزد نمیدونم میگفت تو رو خدا نمیدونم. ببین یه چیزی بهت بگم، من یه زمانی انقدر ترد شده بودم و یه زمانی انقدر تنها بودم، فقط با پرنده ها و گلا بودم. دو سالی که رفتم توی طبیعت، بعد گفتم خب دیگه مردم منو نمیپذیرن، منم نمیتونم با اونا ارتباط برقرار کنم، خب میرم با کرم خاکی و گل و سیب زمینی و پیاز و خاک و قرقاول و آهو. اون زمانی که رفتم توی محیط زیست و اینا، عکسام هست دیگه، بعد یواش یواش شروع کردم بازسازی خودم. به هر حال من برای اینکه میخوام تو صحبت زیاد بکنی، از روی نیازمندی بود و اینکه من خب آدمای فریخته با فلان و بهمان اینا سراغ من نمیمدن، بعدشم اون آدمای میمدن که چیزی برای از دست دادن نداشتن. بعد این و اینای دیگه میگفتن بیایم آبرومون بره، دانشگاه هم فلانم برم سر یه خانه زنی که نمیدونم خله، زنی که نمیدونم فلانه. اینقدر تحریم یعنی ترد دیگه، خانواده خود من منو ترد کرده بودم دیگه، دیگران ترد نکنن. یواش یواش تونستم با کتابام با فرام فلان همینطور من گفتم خب این مسیر که اینجوری نمیمونه. طول کشید که تا تونستم حتی تو جامعه پزشکی تو جامعه اینجا ثابت بکنم و حالا خیلی مسائل. به هر حال جواب سوال تو اینه که روی نیازمندی بود. خیلی سوال میکنم زیاد، عکسشو داری؟ عکسشو نشون بدم؟ نشون بده عکس اون کیریشو دستم گرفتم. آره. نشون بده، نشون بده بابا. این بچه ها اینه. خب اشکال نداره، منم دیگه، وقتی منم تعلق داره به من دیگه. بعد یه مسئله که دیگه هست سر قضیه اون انتشار فیلمی که همین صادقی میشا شده. آها میشا شده. آره آره. لودویگ. من خودم یادم با تو صحبت میکردم میگفته خب تو بیا ببین، ببین اصلا این قضیه چیه، یک انسانی مثلا از من یه درخواستی کرد و باقی قضیه. خب اینو یه توضیح بدی. ببین اصلا من اینو یه کلیپ دارم که چه کار چرا این کارو کردم. خب آره. لودویگ آرزوش این بود که من باشگاه آشنا شدم، آرزوش این بود که یکی بشاشه اون بخور. من اولین بار که اینو دیدم، اولا یه مرد دیگه هم بود که اون نگفته بود بخورم، این سال 2000 بود که ایرانی بود. خب اون گفتش که با هم سکس کنیم، من گفتم من به تو حسی ندارم ولی میتونم یه شب بیام خونه تو بمونم. اونجا یه دفعه نصف شب گفتش که حالا که با من سکس نمی‌کنی رو من بشاش. سال 2000 بود. بعد من گفتم ای اولین بار بودی همچین چیزی میشنیدم. گفتم چه چیز جالبی. من با خودم فکر کردم گفتم تو که به من دست نزن، چون دلم نمیخواست دست بزنم. بعد گفتم خب ما که میخوایم تو توالت بشاشیم، بذار آرزو اینم به برآورده کنیم دیگه. بعد از اون ور هم آرزو این برآورده میشه، هم من میبینم یه آدمی که روش میشاشی چه حالتی داره. خیلی برای من جالب بود. این 2000 بود. خب سال 2000 اون مرد مرده، آقای فلاخانی، حسین فلاخانی، عارفم بود، نقاشم بود، چی بود. حالا جریان مال 3 سال پیشه که لودویگ آشنا شدم. اینو که آشنا شدم رفته بودم خونش کلا داستانش مفصله و فلان، خیلی مرد خوبی. بعد یه دفعه گفتش که تقاضای این که من دلم خواد باید گفتم ببین از من از همین الان بهت بگم، نه با کسی ازدواج میکنم نه با کسی زندگی میکنم، اینه من بهت بگم، ولی چون مرد خوبی هستی که با تو من دوست میمونم. الانم ببین همه هفته پیشم پیشش بودم، مرتبم گهگاه هم چیز بشه میرم، مرد خوبی هم هست. گفتم در این حد میپذیری؟ بعد یه دفعه گفتش که من خیلی دوست دارم یکی رو من بششم شاش رو بخورم. گفتم اینم چه جالب، من تا حالا ندیدم که یه کسی بخوره شاشو اینجوری.
گفتش که من آرزو شدم. گفتم اینو آرزو رو داری برآورده میکنم. گفت خیلی هم دوست دارم فیلم بگیرم. گفتم ای اینم چه جالب شد، حالا که من میشاشم اون داره میخوره، بعد یکی فیلم بگیره، بعد هم من خودم هم ببینم خودم رو دیگه، حالتهای خودم هم ببینم. این خیلی جالبه، من که انکار نمیخوام بکنم هیچی. تو اون زمان دو سه تا پسری بودن هی میگفتن که زیبا این جریان شاش خوردن اینا چیه. گفتم بابا جان بیاین بچه، این میخواد فیلم بگیره، شما میخواییم ببینین، منم میخوام که یکی فیلم بگیره، فیلم خودمون ببینم، با یکی چند نشون میزنم. اصلا کل داستان این بوده. درست که درخواست شخصی بود. آره برای خودم هم جالب بود، ولی خب خیلی تاوان دادم دیگه. حسن نزدیکترین دوستامو از دست دادم. گفتم آقا جان ما شاشیدیم دیگه، اونم خورده، اگه میخواییم با یه دونه شاش ما رو حذف کنید، خوب حذف کنید دیگه، چه بهتر که ما شاشیدیم تا فهمیدیم دوستامو ما رو به خاطر یه شاش ولم میکنه. خب بکنید دیگه، برید. اینم داستان این. تو یه شرح حالی داری از کودکی تا زینب شدن نوجوانی و بعد دوران مثلا کمونیستی و بعد زندان و غذای تابوت ها و بعد آزادی تو، زینب شدن تو، بعد رفتن مشهد و دانشگاه و ماجرات تو بالا. خب مکه و این بودش کار. آره میرم تا بالا. میخوام بگم تمام این مثلا افکاری که الان داری به صورت سیر شدن ها بوده، پله پله این تغییرات ایجاد شده. خب یا اینکه نه اون گذشته خیلی تاثیر گذاشته رو الان تو. خب چون خیلی ها مثلا میان میگن، خیلی ها میان میگن مثلا این مطرح میکنن که زیبا مثلا حالا اثرات دوران کودکی نمیدونه، اثرات تابوت هاست، اثرات نمیدونه فلانه، این مسائل که من خودم به شخصه بهت گفتم که بیوگرافی خودتو که اصلا بیان مثلا بخونم از کودکی تا مثلا نوجوانیت به بعد، فقط اندازه ای که شناختی داشته باشم، همین. به بعدش کار دارم ببینم تو دیگه قدم قدم به کجا پیش رفتی، تو الان که عقاده داری. میخوام ببینم این عقاده تو از گذشته هم مثلا تاثیر داشته. 100%. ببین همونطور که ما حتی نه فقط حد گذشته کودکی من، نوجوانی من یا حتی جوانی و بعد اینا تاثیر داشته، بلکه وقتی نگاه بکنی اون کروموزون های من، اون ژن هایی هم که من روی این کروموزون های من هستنم اونام هست. ببین من یه سال و نیم دوره هیپنوتیزم رو که دیدم، ما تو اونجا حتی انسان ها رو که برمیگردوندیم، ببین همطور که چشم تو ممکن اصلا به پدر بزرگت رفته باشه، رنگ چشم یکی نوشته پورنستار نشدی چرا؟ بابا نایمدن دنبال من، پورنستار حاضرم بشم ولی نه با کسی سیکس کنم که اونا میگن، بلکه با اونی که خودم میخوام. آره اونا بیان فیلم بگیرن بعدم به من هر چقدر میخوام پول بدن. من هنر پیشه نمیخوام بشم، من اون زندگی واقعیمو میخوام فیلم کنم، پول در بیارم، بفرما هم پول در بیارم پول بدم، چه بهتر. خب حالا داشتم در مورد سوال تو. ببین آرش، تمام گذشته ما همونطور روی پوست من، روی موهای من، روی بدن من اثر داره، روی روان من هم اثر داره. پس تمامش وقتی من میگم زیبازه زینب با بای سیبا با هم هست، یعنی من برپای گذشته هستم 100%. تمام. حالا دیگران تحلیل میتونن بکنن، تحلیلشون به خودشون ربط داره، ولی میتونن 100% اون زندان تاثیر گذاشته، کودکی تاثیر گذاشته، دوران حاملگی مادرم تاثیر گذاشته، همه چی. خب یه سری سوال مطرح میشه که بعضی رفتارهای مثلا تو رو نسبت به بعضی افراد میبینن گاهنا، احساس میکنن زیبا داره مثلا با این روش و این سیاقی که پیش میره آدم ها رو توی سیبل راهی قرار میده که یه سری اتفاقات براشون میفته که مسلما دچار رنج و سختی میشن. خب زیبا خودش این وسط از این قضیه لذت میبره. درست میگه.
این لذت میبره، یعنی واقعا لذت میبری، یکی رنج میکشه به این حالت، یعنی تو هوات میشه یه چیز شبیه مسئله که مثلا برای خودت پیش اومده برایش اتفاق میفته، آره لذت مثل ترد شدگی هایی که مثلا میگی. آره خب این از کجا مثلا بهش، حالا آلمانی هم میگن شادم فرویده، یا حالا یه حالتی که فکر کن یه کسی سرطان داره، وقتی که یکی میاد میگه که منم سرطان دارم اونقدر خوشحال میشه. ببین اینا واقعیت های وجودی ماست. ببین ولی واقعا اینجوریه، من وقتی یکی مثلا میبینم که مثلا پول منو خوردن، من یکی میبینم که پول منم خوردن میگن آخه شریک دارم. این یه چیز واقعیه، یعنی درونن آدم است مثلا میگه نه امیدوارم این فلان نشه بهمان نشه اینا، ولی ببین بنی آدم اعضای یکدیگرن، یعنی من وقتی احساس میکنم در یه جایی افتادم خیلی طرد شدم، خب معلومه وقتی کس دیگه ای که طرد میشه و یه ذره میگم خب اون داره به من نزدیکتر میشه دیگه. توی جزیره هستی نشستی تو اون دالانهای تنهایی خودت هست، حالا یه دفعه یه کسی میاد میگه ازی با منم، میگم آخه پس تو هم به من نزدیک، میفهمی من چی کشیدم؟ واسه همینه یه کسی، کسایی که این دردار رو میکشن، ببین یه سری چیزا هست منتها من میگم این دردها یه سری چیزا لازمه، یه ضرورت این مرحله است، ولی من توی این پروسه با اون راهنمایی که میکنم، با اون همراهی که با این آدما میکنم، نمیذارم اون دردهایی که من کشیدم رو بکشم. مثل کسیه که سرطانیه میگه خیلی خوب تو که حالا سرطان گرفتی بذار من بهت بگم که مثلا این زخم فلان رو اینجوری بکنی اون دردی که من کشیدم رو تو نمیکشی. ببین هم تو این رابطه باشون همراهی میکنم، درداشون رو کم میکنم، هم باهاشون ته دلم خوشحالم، دو تا میکس با هم. میگن سالای سکسی کن از زیبا، سکسی کن. یه دونه لاب به خاطری که کم فضا عوضش میکنیم ازت خوبه. خب بکن ببینیم بازی ها سکس کردی؟ بازی ها سکس کردی؟ زیاد آها زیاد من هیچ وقت سکس نکردم. خب زیاد بازی ها سکس نکردم هیچ وقت زیاد. درسته که من گفتی که همیشه مثلا با این چیزای کلوف مشکل داری بخاطر اونه؟ نه 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 با کیر کلوف اسمشو راحت ببر، نه اشکال نه 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 زیا. خب من داستان من با زیا خیلی مفصله، درسته من اون کیلش رو تو دستم گرفتم، ولی دوست پسر خودم عکسش رو گرفت ینس و داستانش رو من توی یه دونه داستان تو چیز نوشتم و داستان اون عکس خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا هر کسی که خواست میام اونو میگم، ولی زیا هیچ وقت حس جنسی منو حتی برای یه بوسیدن برانگیخته نکرد و در یه زمانی طوری بود که حتی هیچ وقت باهاش در یه محیط تنها نبودم چون خیلی حشری بود. بعد از یه مقطعی که خودش میگه زیبا منو اخته کرد، خب خیلی وارد رابطه‌مون، وارد یه رابطه عاطفی شد، یعنی دیگه من برم خونش اون بیاد، حتی بوده که من کلید خونم رو دادم که تو تخت من خوابیده، کنار من خوابیده، اون موقعی بود که دیگه اونم دیگه حس جنسی شهوانی به من نداشت، دیگه منو دوست داشت. گفتم حالا که منو درونن دوست داری میتونی دیگه خونه من بیای، با من بری بیای فلان، ولی حس عشقی و جنسی از طرف من به سمتش تا الان ایجاد نشده و حتی من یک بوسه سکسی نکردمش. این درباره زیاد، ولی همومش کردم و بردم دوستش دارم، برم پاهاشو بشورم یا یه موهاشو بزن کوتاه کنم یا بگم زیا ببرمت هموم یا ببرمت بشورم، چون خیلی وقتا که از جنگل میمد خیلی بوی بد، میگفتم زیا خودم بیا بشورم، مناطق لختیا میبردمش و اینا. این ولی اینا یه رابطه عاطفیه، تا جنسی فرق میکنه، جنسی نبوده. تو روابطی که حالا
بچه یه کامنتی برسه با هر کی دوست بوده آبروشو برده، راست میگه فریبا نوشه. آره خب برو ادام بده، ادام بده که داره فکر کنم داره وقتمونم تموم میشه.